د افغان تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ونې کیلې د سپینو خبرو خپرونې ته ښه راغلاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ قسمي رایې اعلان کړې او په دې رایو کې ښاغلي عبدالله په لومړي پړاو کې او ډاکټر اشرف غني په دویمه درجه کې په همدې پرله پسې نور نوماندان هم راغلي وو، خو شپږو نوماندانو پرته له اشرف غني او ډاکټر عبدالله نه نورو دغه قسمی رای اعلان نه دی منلی او دا یې رد کړی دی. غواړو په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرو چې پایلې اعلانیږي اما د خلکو د قناعت وړ نه دي، ستونزې په څه کې دي؟ له موږ سره په دې خپرونه کې میلمانه دي عبدالجبار چلګرای د عبدالله عبدالله د کمپاین ویاند، محمد بشیر ناصح د قطب الدین هلال د کمپاین غړی، همداراز چمنشاه اعتمادي هم موږ راغوښتی وو چې متاسفانه له ژمنې سره بیا هم خپرونې ته رانغی. خبرون ته ښه راغلاست. لومړی ښاغلی شلګری، که تاسو خپل ارزونه ووایاست چې په لومړي پړاو کې یاست، دغه پایلې قسمي پایلې تاسو ته څومره د منلو وړ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته راسره محترم میلمه او د تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې استوم. خوښ یم چې د افغانانو هغه انتظار چې هغوی د انتخاب د حمل په شپاړسمه باندې د رایو صندوقونو ته د ډېرو تهدیدونو هغه ورځ جوي حالات چې هغه ورځ باراني ورځ وه د رایو صندوقونو ته ولاړ، هغه یې لحظه شماري کوله تر څو د خپلو رایو نتایج وګوري. خوشبختانه چې پرون ورځ د انتخاباتو مستقل کمیسیون هغه لس فیصدي رایو نتایج د عامو خلکو په اطلاع باندې ورسول. داسې ووایو چې تاسې څرنګه په دغو رایو موږ قانع یو یا قناعت لرو یا نه، زه باید ووایم چې موږ خپل د رایو د شمېرنې دپاره د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یو مستقل عملیاتي ګروپ کار کوي، تقریبا د 50 کسانو په شاوخوا هغوی کار کوي. هغوی خو هم د ټولو ولایاتو ټولو محلونو څخه د رایو نتایج راټولوي، له یوې خوا د دغو اتو محترمو کاندیدانو ټول رایې له ټولو محلونو چې راټولې کړې دي، چې موږ کار هم نږدې داسې دوه ورځې کې ټول افغانستان د ټولو محلونو څخه پای ته ورسیږي، او له بلې خوا موږ هغه د رایو پاڼې چې هغه یې په هغه محلونو کې د کاندید نماینده ته ورکول کېده او یو ورق هلته نصبېدله، په هغه محل کې موږ تقریبا 95% کې دغه رای پاڼې یا اصلي رای پاڼه او یا د هغوی کاپي چې هلته عکس اخیستل شوی ده او یا په ځینو محلونو کې هغه رای د موږ ناظرینو لیست نیولی ده، او هغه د هغه محل مسؤول رئیس د محل او ناظم د هغه ساحې هغه ورته امضا کړی، تایید کړی او مهر کړی دی. یعنی موږ دغسې کره اسناد چې تقریبا تر اوسه 95% کې د افغانستان ټولو محلونو څخه تکمیل شوي دي زموږ دغه مرکز سره رسېدل، له یوې خوا او له بلې خوا زموږ دغه عملیاتي ټیم چې معذب ده هغه هم هر ورځ د افغانستان، یعنی دغه رای چې اوس اعلان شوي دي چې کمیسیون د انتخاباتو ورته قسمي رای وایي، ستاسو د منلو وړ او ستاسو د قناعت وړ دي؟ زموږ هغه ارزیابي چې ما مخکې درته عرض وکړ چې موږ هم خپل دغسې عملیاتي ټیم لرو، موږ چې له هغوی سره دغه لس فیصدي رای چې دا په مجموع کې د 16 ولایاتو د اتو اتیا تر 50 فیصد رای دي، یعنی 100 فیصدي رای چې هغه لس فیصده نه دي اعلان شوي، موږ د هغو رایو چې موږ هغه اسناد چې خپله یې لرو او هغه چې موږ د دابیس ته رسولي دي د هغوی سره ډېر زیات تفاوت نه لري. موږ تر اوسه باندې په دې باندې قانع یو چې دغه رایې چې تر اوسه اعلان شوي دي موږ ډېر جدي اعتراض نه لرو. یعنی کمیسیون د انتخاباتو خپل مسؤلیت ادا کړی او تر اوسه پورې موږ، اما کمیسیون د انتخاباتو کله چې وایي چې دا تورې او سپینې رایې دي، بیا تاسو ته څنګه د قناعت وړ ګرځي چې تورې او سپینې رایې یو ځای دي تر اوسه جدا شوي نه دي سره؟ نه، هغه همداسې نه دي ویلي، که تاسو متوجه یاست، هغه تورې سپینې رایې نه دي ویلي. هغه هغه رایې چې دوی تورې بولي هغه ټولې ځانته کړې دي، او پرون د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس واضح اعلان وکړو چې دغه رایې چې هغه موږ پرې باندې شک لرو یا ستاسو په اصطلاح هغه تورې رایې دي، هغه به د کاندیدانو د ناظرینو د مطبوعاتو د ناظرینو په مخ کې څېړل کېږي، هغه به بیا څېړل کېږي، وګورو چې هغه دقیقې دي، هغه بیرته دغه سیستم ته داخل شي او که سیستم نه خارج شي. ښاغلی عبدالله هم په خپله مرکه کې وایي چې خدای وکړي چې په دې کې تورې رایې نه وي، دا څه رسوي؟ یعنې په دې معنی چې په دې کې تورې رایې ګورئ، که تاسو دا وایاست دا یو قسمي رایې دي او له دې نه وروسته
څلورم د ثور باندې ابتدایي رای اعلانېږي. له هغې نه وروسته بیا شل ورځې وخت لري چې دا محترم کاندیدان په دغو رایو په شمېرنو باندې خپل اعتراضات ثبت کړه او هغه د شکایتو کمیسیون بررسي کړه تر څو هغه نهایي نتیجه اعلان شي. دغه شل ورځې وخت چې ورکړل شوی ده دا د دې لپاره ده چې موږ به پایله ګورو چې موږ په دغو ابتدایي نتایجو په اعلان کې زموږ له هغه شمېرنه چې موږ یې لرو له هغو اسنادو چې موږ یې لرو له هغې سره مقایسه کېږي بیا به موږ ګورو خپل اعتراض به وړاندې کوو. یعنې دا له احتمال نه لرې نه بولي چې په دې کې پرون موږ ګورو یعنې په دې کې اشتباه نه سوي. پرون تاسو وکتل چې په د انتخاباتو د کمیسیون په سایټ کې د پنجشیر په ولایت کې اوولس سوه رایې ډاکتر صاحب اشرف غني ته اعلان شوي او یوولس سوه رایې ډاکتر صاحب عبدالله ته اعلان شوې. خو کله چې موږ د خپلو اسنادو سره دغه تدافق ورکړ دا یو کاملاً یوه غلطي وله او موږ هغوی سره تماس ونیول او هغوی اصلاح کړه دا خبره. بیا یې ډاکتر صاحب اشرف غني دپاره وایي د ډاکتر صاحب عبدالله دپاره پنځه زره رایې اصلاح کړې چې اصلا پنځه زره رایو تر هغې شمېرنې صدیق کړې وې او ډاکتر صاحب اشرف غني دپاره دولس رایې وې. دغه یو مثال د شاید دغسې اشتباهات پکې راشي خو موږ دې دقیقا متوجه یو موږ وخت په وخت باندې دا څېړو. همدغه ټکي ته په کتو چې تاسو هم ورته اشاره درلودله یعنې کمیسیون د انتخاباتو به هم په دې قسمي رایو کې داسې ستونزه نه وي تر سره کړي او داسې ما وویل دا له ستونزې نه ځکه قسمي رایې دي نهایي نتیجې نه دي په دې کې به ستونزې موجودې وي. خو موږ زموږ یو ټیم اته نفري ټیم په داخل د کمیسیون د انتخاباتو کې هغوی څاري څرنګه دغه رایې هلته سیستم ته داخلیږي. موږ هلته تر یو حده پورې هلته هم موږ نظارت ځینو نقاطو کې چې موږ غواړو چې موږ نظارت نور هم جدي او دقیق سي کمیسیون سره په تفاهم کې کار کوو. له بلې خوا زموږ همدغه عملیاتي ټیم سي کار کوي هغوی دقیقا د هر محل کود رسوي. په هغه محل کې د اتو محترمو کاندیدانو د ټولو رایې نه د ډاکتر صاحب عبدالله د اتو کاندیدانو رایې رسوي او بالاخره زموږ اوس تقریبا تکمیل شوی دی. مخکې مې عرض وکړ طب اته نوي په سلو کې هغه نتایج او پاڼې موږ له ټولو محلونو ټول افغانستان راجمع کړي دي. دغه اته نوي سلنه چې تاسو راټول کړي تاسو نتیجه څه ښیي چې تاسو وړونکي یاست که څنګه؟ زموږ نتیجه په هغه شمېرنو چې موږ هم د دغو نتایجو له مخې او هم د موږ عملیاتي ګروپ د ارتباطاتو له مخې ټولو محلونو چې اخیسته موږ د ناظرینو څخه زموږ نتیجه هم دا ده چې انشاءالله انتخابات دوم راوند ته نه ځي او زموږ پیشبیني هم دا ده چې ګرچې موږ دغه نتایج زه یې وایم دا خپل ځان ته حق نه ورکوو. دا د کمیسیون د انتخاباتو وظایف ده د هغې او د شکایاتو د کمیسیون د بررسۍ نه وروسته چې نهایي نتیجه اعلانېږي موږ هغې ته انتظار باسو او موږ دغه حق د هغوی ته ورکوو چې هغوی نهایي نتیجه ورکوو. زموږ د معلوماتو له مخې زموږ دغه کار چې تر اوسه جریان لري تاسو ته مو ترشیح کړه موږ مطمئن یو چې انتخابات شاید دوم دور ته ولاړ نه شي او په اول دور کې ډاکتر زمان عبدالله ولاړ. آقای ناصح ارزیابی شما را میخوایم داشته باشم در رابطه با نقطه‌ای که اشاره شد و امی نتایج قسمی چقدر قابل قبول شماست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون افغان نیوز و همچنان به مناسبت این فاجعه بزرگ و گسترده که از جانب زمامداران زور، تزویر و تقلب براه انداخته شد برای تمام ملت عزیز ما که رأی پاکشان را به صندوق انداختن و متاسفانه مواجه به خیانت بزرگ شدن تسلیت شدید خود عرض می دارم. طبیعتاً که شما اگر من حیث یک رسانه دار اخبار چند روز را دنبال کرده باشین که طبیعتاً کردین تناقض گویی های بین رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی هم در ابتدای صحبتایشان و هم در بررسی نتایج دیده میشه. این خود نماینگر ازی است که یک تقلب سیستماتیک و گسترده صورت گرفته. چرا به نفع آن کسانی که در رأس هستن، چرا به نفع شما نه به نفع دیگران؟ این مشکل اگر واضح‌تر اشاره داشته باشین که مشکل در کجا بوده که میسون انتخابات از کی طرفداری میکنه؟ طبیعتاً که هر کسی که یک مسئول را میگماره در جای او را به عنوان عزی در اوچه نصب میکنه که به نفع خودش کار کنه و یا به نفع تیمی که او میخواید به نفع او تیم کار کنه. ما از کمیسیون انتخابات این انتظار را نداشتیم که به نفع ما کار کنن.
ما در اول پیش بین این نتایج بودیم. کمیسیون انتخابات کی به جای گماشته و به نفع کی کار میکنه؟ واضح؟ شما طبیعتا خودتان میدانید دیگه که کی به نفع کی کار میکنه در اینجا و چه افراد را میگمارن و چی گونه سیستماتیک پیش میرن، تیم های را درست میکنن، یک تیم به نفع تیم دیگه منصرف میسازن، این واضح هست دیگه. اما همون تیمی را که شما اشاره میکنین ظلمه رسول و در قطار سوم است، اینجا آقای عبدالله و آقای اجرفغانی در رأس است. ببینین شاید درامه قسمی بوده باشه از اول که ظلمه رسول بر ما به شکل نمایشی پیش کرده باشن که مردم متوجه از این باشه که شاید تیم مقتدر امروز به نفع ظلمه رسول کار میکنه، اما پشت سر درامه چیز دیگه باشه، سناریو قسم دیگه ترتیب شده باشه که ما امروز میبینیم. ببینین اگر این انتخابات به شکل بسیار عادلانه، پاک و شفاف می بود، امروز غیر از دو کاندید متباقی همه ناراض هستند. شما خودتان از طریق رسانه ها دیدین رای ها به تشناب انداخته شده بود، رای ها سوزانده شده بود، رای ها به جوچه های کثیف انداخته شده بود، در عوض از این صندوق ها به نفع یکی دو کاندید دیگه پر شده بودند. این شما تقلب نمیگین، این واضح هم تقلب است. چرا اگر این انتخابات شفاف بود، اگر عادلانه بود، چرا رأی کسی از صندوق خالی شوه و به تشناب انداخته شوه؟ چرا سوزانیده شوه؟ ما نه تنها که ما، بلکه عده زیادی از کاندیداهایی که در این انتخابات شرکت کردند به امید از این بودند که این انتخابات شفاف برگزار شوه، عادلانه برگزار شوه. شاید نسبی ما تصور میکردیم که در این نسبی تقلب باشه، اما به این اندازه تصور نمیکردیم. اراده مردم کی زیر پا کرده؟ بالاخره اراده مردم مشکل اینجا است که هدف شما هم صدمه دیده، شما به هدفی که میخواستین نرسیدین و مشکل تقلب میدانی. این تقلب کی برا انداخت؟ رئیس کمیسیون انتخابات میگن که تقلب نسبی صورت گرفته، اما رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی میگه تقلب به گونه ای هست که میتونه انتخابات از زیر سوال ببره. شما در اینجا میبینین که رئیس کمیسیون انتخابات ممکن به نفع یک تیم کار کنه، در حالی که رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی به صراحت میگه که اینقدر تقلب صورت گرفته که ممکن هست اگر بررسی جدی صورت بگیره، ممکن است که نتایج انتخابات زیر سوال بره، ممکن است که بسیاری رای ها باطل اعلان شود، بسیاری صندوق ها باطل اعلان شود. این میرسانه بر ما که یک گروه هستن در داخل کمیسیون انتخابات که به نفع یک تیم کار میکنن. ورنه رای شما 13 آذر نخواهد بود اگر در حقیقت اعلان میشد؟ در حقیقت بله، در حقیقت اگر واقعا رای ما محاسبه می شد، رای بالاتر از این هست، ما مطمئن هستیم که بالاتر از این رای داریم و بالاتر از این رای هم خواهیم داشت. ما یک چیز را خدمت شما عرض کنم که حزب اسلامی افغانستان به رهبری جناب انجینیر صاحب حکمتیار که از این انتخابات پشتیبانی کردند، یک روزنه امید را برای تمام ملت گشودند. اونایی که در سالهای قبل به انتخابات نرفته بودند، در این پروسه شرکت نکرده بودند، به همی امیدواری که یک روزنه سیاسی دیگه باز شد و رفتن به پای صندوقهای رای. ما انتظار از این را نداشتیم که شاید ما برنده اول باشیم، اما انتظار از این را نداشتیم که در این سطح پایین ما تنازل کنیم، به خاطر که منصوبین حزب اسلامی افغانستان، اونهایی که متعهد هستند به حزب اسلامی که به رهبری قاضی حکمتیار صاحب هست، به اونا که متعهد بودن آمدن پای صندوق های رای. حالا همین نقطه را اگه اشاره داشته باشین، تیم هایی که در رأس هستن واقعا تقلب کردن؟ خالی از تقلب نیست. تشکر.
ښاغلی شلګرای ستاسو ارزونه غواړم چې په تقلب دغه رایې دي ثمر ته رسېدلې کنی دومره رایې نه شوې ګټلی. ګورې موږ دلته شکایاتو کمیسیون لرو او هغه یو ازاد او مستقل کمیسیون د شکایتونو د اورېدلو دپاره. دا شکایتونه څه یي؟ دا په هره پروسه کې طبیعي ده چې هلته به تقلب کېږي، تخطي به کېږي، مشکلات به موجود وي، ځکه هلته موږ د شکایتو کمیسیون لرو او د هغې دپاره ما مخکې عرض وکړ چې هغې ته وخت ورکول کېږي. 48 ساعته په ورځ باندې انتخابات کېږي، د انتخاباتو محلونو کې چې څوک شکایت لري هغه په 48 ساعته کې مربوطه ولایاتو کې مربوطه کمیسیونونو خپل شکایتونه سپاري. کله چې ابتدایي رایې اعلان شوې بیا د محترمو ناظرانو ته دا وخت ده چې هغوی خپل شکایتونه د دغو رایو په رابطه باندې درج کړي او د شکایتو کمیسیون ته یې وسپاري. د شکایتو د کمیسیون د بررسۍ نه وروسته به نهایي نتیجې اعلانوي. موږ باید صبر وکړو تر اوسه 90% رایې اعلان شوې دي او دا هم په یاد ولرئ چې په یو ملک کې نه په ټوله نړۍ کې او نه په افغانستان کې اتنه پر کاندیدان دی او پوست پر اته سره نه کاندید دی. په افغانستان کې یو رئیس جمهور دی یو به کاندید دی. دا طبیعي دی څوک په هیڅ صورت کې ډیر نادره به دا احساس خصوصا په هغه مملکت کې چې جنگ روان دی، د امنیتي حالات، د اقتصادي حالات، زموږ وابستګي په نورو ممالکو کې په مختلفو موازیو په اقتصادي لحاظ باندې زموږ همبستګي، زموږ مشکلات په دغه کې نسی کېدلی چې څوک دې ووایي هغه څوک چې رایه ونه لري، هغه څوک چې دغه د خلکو باور لاسته نسی راوړی هغه د اعتراف په کوي. طبیعي ده به شکایت موجود وي. همدغه ټکي ده چې اشاره وشوه چې حکومت د تاسو په نفع کار کوي او حکومت اصلا یعنی غیر مستقیم د ظلمي رسول ټیم مخکې که اوس له هغه ټیم سره کار کوي چې په راس کې دی. ناسی صاحب خو واضح داسې نه دي ویلی چې موږ په ټیم سره حکومت کار کوي او دغه ټیم ولسي د دغه اکثریت هغه احزاب هغه جهتونه چې په دې ټیم کې رایبجی شوي دي، د اصلاحاتو او پالنې په ټیم کې هغه د حکومت تر اوسه تاسې کتل چې مخالف جهت کې واقع وو، هغه په اپوزیسیون کې واقع وو. څرنګه دغه منطقي کېدلی چې حکومت راووالي هغه د نه د هغه کاندید چې د هغې دپاره ټولو حکومتي ادارو په ټولو ولایاتو کې د هغې په نفع باندې کار کېدو او اوس موږ وایو دا ټول برعکس دي. ښه خبره خو دا ده زه ناصر صاحب ته وایمه خیالي نه شي کېدای چې ووایي زه رایه لرمه زما میلیونو رایه ده زه دومه درجه راتم. موږ دلته تعامل لرو ځکه ناصر صاحب ته وایم تاسو په افغانستان کې څو ناظرین درلودو، په کومو ولایاتو کې ناظرین درلودو؟ ناظرین هغه اسناد چې دوی لاسته راوړي دي محرمو سره خیالي ادعا ده. دې نه شي کېدای زه ووایم زما 15 میلیون رایه وړي دي. دا په ادعا نه شي کېدای، دا ادعا هر څوک کولی شي. هغه که 0.1% رایه ولري ادعا کولی شي ما 15 میلیون رایه وړي دي. ولې دا به په اسنادو کېږي؟ څومره اسناد لري، څومره ناظرین دي، دوی څومره محلونه چې هغه دقیق اسناد په لاس لري چې د انتخاباتو کمیسیون سره په هغه محاسبه وکړه. منطقي خبره همدا ده په 10% که موږ اوس په اجایو وبولو 10% نو دا که 0% ته ورسېد نو دا افغانستان ټول ضرور وران شو چې په 10% کې په اجا ده دا شمېر. که چېرې 0% رایې اعلان شي هغه وخت نو افغانستان ټول تباه ده. موږ منطقي خبره دا ده چې موږ د انتخاباتو کمیسیون سره د خپلو رایو هغه چا چې موږ باور کړی د هغې رایو دپاره موږ 2000 دغه درلودل محلونو در ټول افغانستان کې د اصلاحاتو او پالنې ټیم څلوېښت زره زیات ناظرین درلودل. اوس همدغه ټکي ته په اشارې سره چې تاسو کاندید هم ویلي چې تقلب یوازې زموږ رقیب دی، دا په څه معنا؟ یعنی مخکې له مخکې دا وری نه کېدله چې بالاخره تاسو هم بریالي یاست؟ موږ کله دا ویلي دي چې موږ په انتخاباتو کې تقلب 1% نه پیه کړی دی، 0% نه پیه کړی دی. موږ تقلب نه ده نه پیه کړی، موږ تشویش لرو. موږ اوس هم په همدغه مرحله کې چې موږ یو ټیم چې هغه یوازې موږ یو چې د انتخاباتو په کمیسیون په داخل کې نظارت کوي هغه له دې ویرې نه چې موږ د تقلب نه ویره لرو. خو موږ دقیق وي د خپلو رایو د حفاظت لپاره هم مې درته وویل چې موږ خپل عملیاتي ټیم لرو، هم خپل نتایج و پاڼې په هر شکل باندې ناظرانو پاسته راوړي دي او هم اوس دقیقه په ما پرون درته وویل چې موږ تماس وو پنجشیر کې ډاکټر صاحب اشرف غني رایو ولسوه اعلان شوې. دا یو مثال ده، همداسې په بدخشان کې، همداسې په بامیانو کې یو مثال ولسوه اعلان شوې، د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله رایو ولسوه اعلان شوې. موږ تماس ونیول او د انتخاباتو کمیسیون که تاسو په یاد هغوی دستي د 2 ساعتو دپاره هغه دغه خپل سایټ وتړل وروسته اعلان وکړه. دا یې تصحیح کړې وه چې بېرته ډاکټر صاحب عبدالله هلته 15 زره رایې درلودې او ډاکټر صاحب اشرف غني 12 رایې درلودې.
یعنی مول دین انکار نکو مدانی دی رست د انتخابات سل سل سید اعتراض نس تقلب نس مو وسته شوشونو لور هغه مناطق سغه نعم نو هغه مناطق سغه په اوږي مثلا زه یو د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ درته وایم د ګیان ولسوالۍ کې هیڅ ممکن نه وسل ترایو اما تاسو د ټیم لخوا ځینې اختارونه هم لیدل کېدل چې کمیسیون ته امر کول چې بالاخره کدا ټیم بریالی نه شي دلته به ویني جریان پیدا کړي هېچا نه دي ورکړي دا هغه یو تهمت ته چې ویل کېږي د موږ ټیم نه چاته اختار ورکوي موږ به هغه اختار ورکول چې زموږ رایې په 0.2% کې وایي موږ مطمئن نه یو چې دغه رایې به یعنې بیا درته وایم چې دا حق ځان ته نه ورکوو چې موږ خو موږ د پیشګویي د پیشداورۍ حق لرو هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوو چې موږ د نتایجو د اعلان موږ وکړو موږ د انتخاباتو د محترم کمیسیون او د انتخابات شکایتونو د محترم کمیسیون د فیصلې وروسته د انتخابات نږدې اعلان ته منتظر وو هغه موږ بررسي کوو هیڅ کار بل ټیم بریالی شي تاسو به یې ومنئ کمیسیون د انتخاباتو بل ټیم بریالی اعلان کړي زه په خپله درته وایم هغه رایې هغه فیصلې چې د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق کې او د افغانستان د خلکو هغو رایو ته چې هغه دقیقه رایه ده هغوی ته احترام وسي سل په سل کې موږ هر هغه څوک چې ملت پرې باندې باور کړی موږ به د هغوی احترام کوو هغوی به منو مننه آقای ناصر ادیبی شما را میخوایم داشته باشم نقاط را که آقای شلگره اشاره داشته جناب شلگره صاحب بفرمایید که ما باید منتظر نتایج نهایی باشیم همون ضرب المثل ما شما داریم سالی که نیکوست از بهارش پیداست ابتدای کار که با تقلب صورت بگیره انتهای از این چی خواهد بود یک فاجعه بزرگ خواهد بود ما منتظر یک فاجعه باید باشیم نه منتظر یک نتایج عادلانه جناب شلگرس میفرمایید که شما چقدر ناظر داشتین ببینین ما در چند ولایت اصلا بر ناظرین ما که از جمله شکایاتی که ما کتب دادیم به کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ولایت سرپل، در ولایت جوزجان، در ولایت کنر، در ولایت بغلان اصلا بر ناظرین ما اجازه داده نشده که وارد سایت ها شوند و در سمت جنوب در ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و حتی در ولایت مشرقی نورستان در بسیاری سایت ها اصلا انتخابات برگزار نشده اما از امو سایت ها صندوق ها پر آمده به نفع یکی دو کاندید اینا را اگر ما بیم تقلب حساب نکنیم پس تقلب چی را حساب خواد کردیم این میرسانه که فقط بر یک یا دو تیم خاص که یا به مرحله ابتدایی برسن یا در یک مرحله برن به عرض داخل شون و یا به مرحله دوم دو تیم برن به رقابت این برامی کار شده در این مدت به خاطر که از دیگه کاندیداها نه اجازه برشان داده شده من خودم چیزی را که شاهد بودم در روز انتخابات یکی از دو کاندیداها کسایی را که در سایت ها گماشته بودن اونا از افراد بی سواد سوء استفاده میکردن مثلا بسیاری کسا نمیفهمیدن که امی کسی را که رای میتن در کدام شماره هست یا چه قسم بر از اینا چی کنن من شاهد ازی هستم که امو کسایی که در سایت ها کار میکردن میرفتن و همو نفر مطلوب خودشانه کاندید مطلوب خودشانه علامت میزدن و او را میگفتن که بندازش در صندوق این یک تقلب است این کاملا تقلب است که ما بریم از بی سوادی مردم خود سوء استفاده کنیم به نفع یک کاندید بناً اما کمیسیون انتخابات در 8 کاندیدی برای کی کار میکرد برای 8 کاندید کار میکرد یا نه نخیر هیچگاه برای 8 کاندید کار نمیکرد ما خدمت شما عرض کردم که بر یک یا دو تیم خاص کار میکنن نه بر همه را آوردن به عنوان از این که این پروسه را دموکراتیک نمایش بدن که این پروسه قدر دموکراتیک است که حتی حزب اسلامی که در جهت مخالف ما قرار دارد و امروز در سنگرها نشسته و در بر علیه اشغال جهاد میکنه اینام آمدن وارد این پروسه شدن این پروسه اینقدر در تیم اصلاحات و همگرایی هم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی بود بالاخره معاون اول آقای انجینر محمد خان ببینین اینا تعهد خود با او تعهد قبلی ندارن اینا از او تعهد دیگه کنار رفتن اینا در معامله ها داخل شدن در این دولت شریک بودن وزارت ها را گرفتن بالاخره در یک معامله بزرگ آمدن هیچگاه ما اینا را نمیگیم که دیگه اینا رهبرشان جناب غازی بزرگ حکمتیار صاحب است اینا برای خود رفتن اعضای حزب اسلامی بالای از اعتماد نداشت
بالای کی؟ بالای همی تیمی که متاسفانه که با همی معامله گری یا حزب اسلامی را به چند پارچه تقسیم کردن که صرف اونمو پارچه امو گروهی که متحد هستن به همو آرمان‌های قدیمشان، به همو آرمان‌های ثابتشان که این کشور را کشور اشغال شده میدانند، بر علیه اشغال مبارزه میکنند و نه تنها مبارزه نظامی بلکه برای رسیدن به قدرت در پروسه‌های سیاسی هم شرکت میکنند. خوشبختانه امو آمدن، اونا متحدین قبلی آمدن، رای دادن، رایشان را به صندوق انداختن. ما نمیگیم که جناب شلگرس عضو حزب اسلامی نیست، هستن، یک حزب اسلامی برای خودشان درست کردن، اما متحد با جناب حکمتیار صاحب نیستن. اینا بالاخره چی گونه مردم اعتماد میکرد بالای تیم شما که در مخالفت با حکومت افغانستان میجنگه، چی گونه اعتماد میکرد و با شما رای میداد؟ یک روزنه بسیار امید را حزب اسلامی افغانستان برای مردم باز کرد، علی رغم او اتهاماتی که برای حزب اسلامی زده میشد که حزب اسلامی گزینه جز جنگ نداره و بغیر از جنگ چیز دیگه را نمیشناسه. بنابراین حزب اسلامی با این تصمیم حکیمانه خودش آمد وارد پروسه سیاسی شد تا برای مردم نشان بده که ما در سنگر جهاد اگر نشستیم فقط به خاطر اشغال است، اما در تمام عرصه‌های سیاسی ما آماده هستیم که به مبارزه بپردازیم، ولو اگر رأی ما کم هم باشد. اما اگر در صورت ما این رأی میپذیریم، اگر 1% رأی ما میآوردیم، اگر این رأی شفاف می بود، ما هم 1% خود افتخارانه می بود. چی فکر میکنین که به نظریات شما مردم افغانستان مخالف نبودن که اون رأی نبردین؟ با کدام نظریات؟ با نظریات شما که افغانستان اشغال میدانین، در افغانستان مشکلات میدانین، در حالی که مردم افغانستان شاید اون گونه فکر نمیکرد، ورنه شما در رأس می بودین. شما چی فکر میکنین؟ افغانستان اشغال نیست؟ با اشغال شما مخالف نیستین؟ من همین نقطه را از شما پرسان میکنم که با نظریات شما چرا 13 هزار رای بردین؟ بالاخره 500 هزار رای. ببینین خدمت شما عرض کنم که یک تعداد بسیار خاصی هستن که با اشغال موافق هستن، یک تعداد محدود و خاصی هستن که همیشه در رسانه ها کشیده میشن و زبان از اینا بیرون آورده میشه که اینا موجودیت امریکا را به خیر. همین نقطه را اگه اشاره کنید، چرا شما رای نبردین؟ بالاخره اگه 90% مردم با اشغال مخالف می بودن، چرا به شما رای نبردین؟ وقتی ما برای شما عرض می کنم که رای ما وقتی به تشناب ها انداخته شوه، رای ما وقت سوزانیده شوه و رای ما وقت با جوچه های کثیف انداخته شوه، ما چگونه انتظار از این را داشته باشیم که رای ما بالا حساب شوه؟ رای ما همون بود که از بین بردنش. نه تنها رای ما، از خیلی از کاندیداهای دیگر هم سوزانیدن، فقط به این خاطر که برای یکی دو تیم خاص کار کنند. اما نکات را که اشاره میشه که در کمپاین ها مردم دیدن و بالاخره هماش های بزرگی تجلیل شد و او میتونه حمایت مردمی را داشته باشه، ارزیابی شما را روی از این نقطه چی است؟ ما تا جایی که گرد همایی های را برگزار کردیم، نمایانگر از این بود که عده زیاد از مردم از ما حمایت میکنند. مثلا شما اگر تشریف نداشتین، از دیگر تلویزیون ها شما گزارش از پروانه که ما در روز کمپاین برگزار کردیم، گزارش از کاپیسا را که ما کمپاین برگزار کردیم، اگر شما ببینین مردم در روزی که شدیدترین باران بود که اگر شما با پول کسی را دعوت میکردین هرگز نمی آمد، ساعت ها در روز منتظر نمی شد، اما به خاطر آرمانشان، به خاطر هدفشان، به خاطر از این که امی اهداف خود به کرسی برسانن، آمدن در بدترین حالات هزارها مردم ساعت ها نشستن با پای صحبت ها و احساساتشان ابراز کردن. شما این را نادیده میگیرین. ما از او کاندیداهای نبودیم که برای مردم پتلون توزیع کنیم، برای جوانا پتلون توزیع کنیم و اونا را بیاریم در یک گرده همایی جمع کنیم. ما خوشبختانه حتی نانم برای کسی ندادیم، اما مردم، به هزاران مردم جمع شدن و احساسات خود نشان دادن، حمایت خود از ما اعلان کردن. شما این را تصور کنین که ما بعد استخاری که وقتی کسی را به میدان میاریم، دیگران نصف ما را یا اگر دو برابر ما را آورده باشن، با پول، با تطمیع، با هدیه دادن، ارزشش برابر 1% ما هم نیست. تشکر. یک نقطه روشن هم نشد، اگر شما اشغال فکر میکنین چرا آمدین به این روند پیوسته؟ عرض کردم خدمت شما، ما به خاطر از این که ما در دو جبهه مبارزه میکنیم، جبهه نظامی ما فقط به خاطر اشغال است. جناب غازی صاحب معظم، حکمتیار صاحب بارها گفتن که هرگاه قوای خارجی از افغانستان برسن، ما با دولت حاکم هیچ مشکلی نداریم، ما حاضر هستیم که با اینا به توافق برسیم. پس این معنیش به این است که ما فقط در جبهه نظامی بر علیه اشغال می جنگیم، در عرصه های سیاسی ما هیچ زمینه رو برای خود تنگ نمی دانیم. تنها در مقابل خارجی ها یا در مقابل افغان ها هم؟ نخیر،
ما بارها سیاست ما روشن است. حکمتیار صاحب بارها اعلان کردن از افراد حزب اسلامی که در سنگرهای داغ مبارزه و جهاد هستند، از اونها چی کردن که شما اردوی ملی را، پلیس ملی را، امنیت ملی را مورد هدف قرار ندین مگر اینکه بر شما حمله شود. تشکر. خغلی شلګرای تاسو ارزونه هم غواړم بل ټکی ته راځو. هغه دا چې د ائتلافي حکومتونو خبرې کیږي، خو خلک له دغې ائتلافي حکومتونو سره اوس یعنی ښه زړه تې نه لري. ستاسو ارزونه غواړم چې تاسو به هم ائتلافي حکومت جوړ کړئ که څنګه؟ مخکې له دې ستا پوښتنې ته ځواب وایم، زه د ناصر صاحب خبره باندې غواړم تبصره ولرم. اول خو ناصر صاحب اوس د ده له خبرو معلومیږي چې هغه نه د حزب اسلامي نه خبر ده، او اوس هم شاید کوم مملکت پاسپورت په جیب کې ولري چې هغه دی د عمل کې اشغال بوي، شاید هغې اشغالګر پاسپورت په جیب کې ولري او دی خپل اشغالګر واوسي، ځکه چې هغه دوستان چې جرمني نه راغلي، فرانسې نه راغلي، هغې د فرانسې طبیعت لري او هغه ملک اشغال بوري. در هر کسې دغه ملک فرانسویانو اشغال کړی ده، او زموږ مشهور قمندان احمدي صاحب کاپیسا کې فرانسویانو په شهادت ورسو، او دغه څوک چې دغه ملک طبیعت لري هغه خپله دغه د اشغالګر ده. ناصر صاحب نه پېژنم په حزب کې ده که نه ده، خو شاید همدغسې یو پاسپورت ولري. زه هغه څوک یم چې د حکمتیار صاحب خبره کوي، زه هغه څوک یم چې په د ثور د کودتا نه په غوایي کې په ثور کې کودتا اوسه په سرطان کې زه جیل ته ولاړم د کمونستانو لخوا. کله چې اتو میاشتو وروسته زه له بنده خلاصوم، ما خپلې د ځوانۍ شپې چې زه په دولت کې ماموریت درلود ټولې په جهاد او سنګر کې تېرې کړې دي. ما خپل کور هم نه ده بولی هجرت ته، زما نور پامیل په هجرت کې و، خو زما سره خپل کور زما سره په جبهه کې اوسېدل. زه تر هغې لحظې پورې د حکمتیار صاحب سره وم چې کله د چاراسیانه موږ د لته بند په بند باندې واوښت او جلال آباد ته ولاړو. اما دغې ټکي ته اشاره وکړه چې معاملات زه ګورم، اول زه دا دروښیم چې دا نه حزب اسلامي که نه حزب اسلامي پېژنې صحیح. حزب اسلامی په افغانستان کې د احزاب او قانون د تاسو معلوم ده کنه، د افغانستان کې وزارت عدلیه د احزاب او قانون لري، د قانون له مخې د احزاب راجستر کیږي. دا احزاب چې راجستر شوي دي یو لغونه حزب اسلامی افغانستان ده. داسې ناصر صاحب وایي چې له موږ سره دی او دا دوی حزب اسلامي نه بولي. زه ده ته ور په یادوم، د پروان جلسې ته اشاره وکړه. په پروان کې 5600 کسان یوځای شوي وو. تاسو د استیدیوم د جلسې شاهدان یاست. موږ هلته څلور ټکټو 15000 کسان کېښوول چې دا به راځي. د استیدیوم په جلسه کې د حزب اسلامي بیرغونه اوس په هغه وخت کې اعتراض وسو چې موږ فیصله دا وه چې احزاب به داخل د استیدیوم ته بیرغونه نه راوړي، هلته به د ټکټ هغه آبي بیرغ وي. خو کله چې د حزب اسلامي افراد مختلف ولسوالیو اطرافو څخه راغلي د استادیوم د جلسې شاهدان، تاسې اصل د حزب بیرغونه په کوم اندازه باندې دا یو په مزار کې تاسې جلسه ولیده، هلته د حزب اسلامي بیرغونه د حزب اسلامي بیرغونه له ورایه معلوم ولو. تاسې په دایکنډي کې او په بامیانو کې کومه جلسه چې د دغه ټکټ لخوا ولیده، هلته د حزب اسلامي بیرغونه وایي. حزب اسلامي اوس رایه ورکړې ده، ګورې حزب اسلامي اوس رایه ورکړې ده. ډاکتر صاحب عبدالله په تیر دور کې په ننګرهار کې 9000 رایې وړې، او په دې دور کې هغه 16000 رایې وړې دي. په دې قانې دا د حزب اسلامي رایې دي، درسته ده؟ زرا دې ته بل دا ناصر صاحب کوایي چې دا ټول د هر څه وایي چې دا انتخابات ټول سره دی چیلنج کوي. او زه د توندو په سرپل کورنر او بغلان کې زموږ ناظرین ساټو ته نه دي پرېښوي. ما سوال مې کړو جناب ناصر صاحب،
د سرپل نن مسئول ناظرین تنه یاد داری یا د کنال ما ان شاء الله ایره براتون تماس میگیرم. تماس نه، یک نفر نامش بگیم د کنال مسئول ناظرین تن کی بود، د سرپل کی بود، د بغلان کی بود، امر بر ما نامش بگیرید. شما جناب شلگریس، ما با شما طرف نیستم. طرف هستی؟ ما تو میگی یا حزب اسلامی هستی؟ بله. تو ما امیرتان کی در حزب اسلامی؟ امیرتان در حزب اسلامی کی؟ امر تو در حزب اسلامی هستم نیستی؟ اجازه بده شما امیرتان در حزب اسلامی کی هست؟ امیرتان ایجا ما قانون داریم. نه امیرتان کی هست؟ شما که با حکمتیار صاحب بودین؟ رئیس حزب اسلامی عبدالهادی ارغندوار. رهبرتان امیرتانو هست؟ رئیس حزب اسلامی افغانستان عبدالهادی ارغندوار صاحب. امیر تو کی هست؟ امیر ما جناب حکمتیار صاحب. جناب حکمتیار مبارز بزرگ غازی بزرگ من میگم. خب تو نور دیدی نمرش سنگر بودی، تو جا چی میکنه در کشور اشغال شده؟ تو برای چی آمدی باز؟ از دلشون پوشیدی؟ ما کشور ما ریش خودم رنگ دادی جا آمدی در کشور اشغال شده کمپاین میکنی؟ باز باز بدون منطق چیز میگه که در کل ولایت رای ما دزدی شده بدش نوار رفته. تو که یک تپه کشور اشغال شده میگی اصلا اشغال تو بپام جهاد بپام و برو در سنگر بشی با حکمتیار صاحب بشی کلاشنکوف بتا بگی جهاد کو خاغله چرګره اوس کدل ټکی تراسی چې تاسو مو ائتلافي حکومت جوړ کړئ که څنګه په هیڅ صورت سره موږ د ائتلافي حکومت طرفدار یو ائتلافي حکومت په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې او نه نتیجه ورکړې او نه موږ دې ته ضرورت درس موږ ائتلافي حکومت جوړ په یو معنی دا خبره باید داسې تعبیر نه سي چې موږ په افغانستان کې تکیزبي یا د دغه ټکټ حکومت جوړو موږ به په افغانستان کې شته ظرفیتونه چې په لس کاله کې دلته رشد کړی ده موږ شخصیتونه لرو موږ افراد لرو چې هغه د دغه ټکټ نه خارج دي د دغه احزابو نه خارج دي موږ به د دغه ظرفیتونو کې د حکومت په جوړولو کې برخه استفاده کوو دا به یو ملي حکومت دی دلته به هر څوک پکې ګوري خو ولو در ملت په همدغه احزابو شامل په همدغه ټکټ کې اعتماد یې کړی ده اعتبار یې کړی ده موږ که دغه رایه نه وي دا که ټول زموږ دپاره حکومت کار کړی ده هغه ملت ته معلومه ده خلکو ته معلومه ده داسې نن ناسیسه زما په ځای باندې وایي په دغه موقف یې قرار درلودلی دی به خپل وجدان سره ویل ما نن بیا به دا خبره کړې وه ټول وایي د دوی تشنابو ته ګوري تا ناظر چیرې وو تشنابو خو به یې راګرځولی همو که در میدن ناظر تن کجا بود کرای تن اوجه در میدن شما اوجه نیق ششتی ناظر تن نمیمن سیز داخل سایت خو نمیمن چرا جلوش همه گرفتن که ناظر تا چه وقت در سایت می باشه جناب شکریسیب شما اگر مراجعه کرده باشین در یک سایت ناظر تا مو وقت می باشه ناظر تا مو وقت می باشه خو ناظر ما برادر صندوق حرکت می کنه از ولایت ناظر ما دمون متر سوار می شه با کمیسیون انتخابات جدا مکتوب روان کرده بودید که اگر مواد انتخاباتی بدون ناظر ما حرکت کنن ما در اون سایت در اون محل نظارت قبل انتخابات قبل ناظر ما رفته یک بوتلاو با خود گرفته شو با صندوقا کمپانی نداشتن دمو جنفر خود همو شو تیر کردن شو جو چیز تقلب نشد تا جایی که میتنستیم تا وقتی که رای شماری شده امو پرچه را با خود گرفت اگر با خودش نرسیده عکس هم پرچه را گرفت اگر نرسیده لیست گرفت در بعض محل عمر رئیس محلش امزایش را گرفت مورش را گرفت و همو صندوق هم در با ولایت و اولیت تا که اوجا تسلیم نکده باشد سند نگرفته باشد اون وقت بود شما چه فکر بایدید؟ اجازه بتین شما احساساتی نشید جناب شیرگرسیب احساساتی نشین بسیار منطقی صحبت کنید ما خدمت شما هست کنم منطقی هستن تو میگی ما خدمت شما هست کنم بر رایش در داده دا اجازه بتیم اجازه بتیم شالا معلوم میشه بازی بعدا معلوم میشه متقلب هم معلوم میشه باشه امور روز باید شهر اسیا تو بازی اگر نمیشه فرانسه اجازه بتیم خدمت شما هست کنم کشک تو امور روز تو باید در ایجا در افغانستان در مسائل داخلی افغانستان نه تنها حکومت دخیل است بلکه امریکا دخالت میکنه یوناما دخالت میکنه کشورهایی که حضور دارن در افغانستان دخالت میکنن کشورهایی که منافع خودن در افغانستان زیدخل میدانن دخالت میکنن ما تنها یک جهت حکومت ما نمیگیریم اما نقطه را که اشاره شد که اگر شما در رأس بودین این انتقادها وجود نداشت ما اگر رای به این شکل می بود که در رأس هم قرار می داشتیم به این شکل که یک کاندید نمایش می داد که من رای ما سوزانیده شده شما قبول کنید که ما رای باطلی هم. اما این نقطه به ثبوت می رسانه که شما اگر در رأس می بودین انتقاد نداشتین وقتی می آین خود شرکت می کنین مشکل وجود نداره وقتی بعد از شرکت می شه باز نتیجه رو می بینید نخش ما در اول خدمت تان عرض کردم که
در اولی که ما شرکت کردیم فقط به خاطر از این که ما به جهانیان، به افغانستان، به فرد فرد ملت افغانستان ای را به اثبات برسانیم که تنها گزینه ما نظامی نیست. ما برای برنده شدن اینجا نامده بودیم. ما برای از این که به اثبات برسانیم که گزینه های سیاسی هم در اصول کار ما وجود دارد. به این خاطر ما وارد این پروسه شدیم. اما انتظار از این را نداشتیم که ما بیشتر از 50% آرا را ببریم. این ما ارزیابی نمی کردیم برای خودمان. اما همین نقطه که اشاره میشه، وقتی ما شما در دست تفنگ داشته باشین، با این حکومت می جنگید، با این مردم، با چگونه تقاضا میکنین که این مردم بر شما رای بده؟ ما پیشتر خدمت شما عرض کردم، صحبت ما را قطع کردین. تنها یک عده محدود و معدودی هستند که از این اشغال طرفداری میکنن. تمام شما سر بزنین به ولایات، سر بزنین به ولسوالی ها، سر بزنین به قصبات و روستاها، ببینین که 90% مردم بر علیه اشغال هستند. ما مطمئن به این بودیم که هر آن کسی که بر علیه اشغال است و میخواهند که اشغال خاتمه پیدا کنه به ما رای میده. در این پروسه چرا شرکت کردیم که اشغال میدانستیم؟ ما چند به خاطر منافع ملی خود، به خاطر منافع شخصی، ما به خاطر از این که نشان بدیم که حزب اسلامی افغانستان به رهبری جناب حکمتیار صاحب نه تنها یک گزینه نظامی داره، بلکه گزینه های سیاسی هم برش. شما کجا کار میکنین بالاخره؟ کار دارین مسئولیت خدمت شما عرض کنم که ما تشویش جناب شلگره سبا حل کنم. ما به هیچ کشور خارجی غیر از پاکستان و ایران که در دوران مهاجرت رفتیم به کدام کشور دیگه نپناهنده شدیم و نوجه بودیم. الحمدلله که در پاکستان هم که بودیم در کمپ های مهاجرین زندگی کردیم، در داخل شهر زندگی نکردیم. مسئولیت شما علیفه؟ ما بعد از این که 12 سال از در کشور هستم، در پانتون شخصی درس میتم، در لوی سارنوالی وظیفه دارم، دلوی چانان واقعی کابل و در همه کشور زندگی کردیم. خوشبختانه ما امیال در منطقه چرا زیر چتر اشغال کار میکنین؟ دلوی چانان واقعی ما کشور ما هست. ما خود نمیتونم کشور خود اعلام بتم بیم برای امریکا ها بگذارم. ما کشور ما هست. ما امریکا را میگم برای ما کسایی که اشغال کرده اونا را میگم برای که کشور از ما هست. ما چطور کشور خود رها کنم برای از اونا بگذارم؟ تشکر. یه حق ما هست. خغل استاسو ارزونه هم غواړم په کل کې د انتخاباتو باندې کوو غږیږو، موږ به ښه نتیجه ترې ترلاسه کړو که څنګه؟ ګورئ، اول خو دلته مهمه خبر را پیدا شوې، څوک چې خپله تخطي کوي، خپله قانون ماتوي، هغه بیا څرنګه کولی شي بل باندې انتخاب وکړي؟ دا ورور ناصر صاحب لوی سرانالیک وظیفه لري او تاسو مخکې معرفي کړو، ده درته وویل زه د انجینر صاحب قطبالنهلا د کمپاین غړی یم. دا خبر ما له سره یاداش کړه، دا به سبا موږ لوی سرنوال ته مکتوب لیږو. دا خو تا وویل صحیح ده، آیا کولی شئ حکومتي مامور چې هغه واره شي د یو کمپاین غړیتوب وکوي؟ په بار بار من رئیس جمهور دا دغه وکړو، اخطار ورکو، ویې ویل، فرمان یې ورکو چې هېڅ حکومتي چارواکی نه شي کولی چې د چا په نفع یا د چا په ضرر باندې کار وکړي. عرض کړم شلګری صاحب، د کمپاین غړی ده او دا به سبا لوی سرنوال ته مکتوب لیږو. جناب شلګری صاحب معلوم نشه شما به یک وقته بسیار خاص آمدین اینجا خدمت اینا. عرض کنم ما شما میتونین از طریق لوی سارنوالی و یا از طریق قوای بشری که ما به لوی سارنوالی معرفی شدیم، شما میتونین که اگر این صلاحیت دارین برین اونجا بررسی کنین. منتها اجازه بدین شما هر کاری میکنین، شما هر کاری که میکنین بکنین، او اختیار خودتان است. شما به این کار نمیتونین کدام چیز را تغییر هم بدین. اجازه بدین شما احساساتی نشین، بسیار احساساتی هستین امروز. ما فقط به خاطر از این که بعد از اینکه از منابع بشری ما به لوی سارنوالی معرفی شدیم و ما به قندار توظیف شدم، وظیفه قندار ما نپذیرفتم و چوکی اجازه بدین. حالا میام روی همه نقطه که ما داشتیم حالا نخریدیم. تو چه برای تو چه گفتن؟ تو گفتی کارمند کسی، تو گفتی ما کارمند لوی سارنوالی هستیم. از طرف قوای بشری به لوی سارنوالی به عنوان ما فارغ حقوق هستم. تحصیلات خودم خوشبختانه در کشور خود انجام دادیم. ما رسما از طرف قوای بشری به لوی سارنوالی به عنوان کارمند مسلکی معرفی شدیم، اما چون چوکی را نخریدیم تا فعلا ما در انتظار چوکی هستم. ما بست هستم. حالا روی حکومت های ائتلافی اگه گرد بزنیم که میتونه مشکل مردم افغانستان حل بکنه نه؟ ائتلاف ها نتیجه مطلوب نداشتن. ما شاهد ائتلاف های زیادی در کشور بودیم. بعد از آمدن حکومت کرزی در ایجا ما دیدیم که ائتلاف های زیاد صورت گرفت، اما جز فساد، جز تباهی، جز بربادی ما چیز دیگری در افغانستان شاهد نبودیم. ما خواهان حکومت تک حزبی هم نیستیم. ما
نظر ما این حزب اسلامی افغانستان هیچگاه نظرش این است که باید سیستم تک حزبی در افغانستان، رقابت های سیاسی را ما میپذیریم، اما این که ائتلاف های پشت پرده صورت بگیره، ائتلاف ها با گروه های خاص صورت بگیره، ما این را نمیپذیریم. تشکر. به کل که انتخابات تاسو د منلو وړ دی او که همداسې وړاندې لاړ شي، تاسو به دا انتخابات د قناعت وړ انتخابات وي که څنګه؟ ګورې، زما په نظر باندې منطقي خبره همدغسې، تر اوسه د انتخاباتو لس فیصده رایه، هغه هم د شپږویستو ولایاتو څخه، او هغه هم د شپږویستو ولایاتو د اتیا فیصدي یا پنځه اتیا فیصدي پایلې اعلان شوې، قسمي پایلې. اوس موږ د دغې پوښتنې ځای نه ده چې موږ وګورو چې موږ ته د انتخاباتو پایلې د منلو وړ دي یا نه دي. موږ ګورو، موږ خپل محاسبه لرو ځان سره، مو په افغانستان کې خلکو موږ ته څومره رایه کړې، دا دقیقه محاسبه مستنده په اسنادو موږ له ځان سره شته. کله چې دا پایلې اعلانېږي موږ وګورو چې دا زموږ د هغه فایلو سره، هغه څه چې موږ په لاس کې لرو، موږ سند لرو، د هغې سره مغایرت تر کم و زیاتې دي نه دي. که چیرې موږ به خپل شکایت وړاندې کوو مربوطه مرجع ته، چې هغه د شکایاتو د اورېدو محترم کمیسیون دی. دغه ناظرین د تاسو د اعتماد وړ کسان دي چې بالاخره په دوی دا حساب شي چې دوی به صحیح او دقیق راپور ورکړي که څنګه؟ ګوره، تاسو متوجه نه سواسته، موږ له یوې خوا ناظرین، له بلې خوا موږ هغه ریزلشټونه یا هغه د نتایجو ورکې سي، یوه په صندوق کې اچول کېږي، یوه ناظر ته ورکول کېږي، او یوه په محل کې ځوړنده کېږي د خلکو د معلوماتو لپاره. موږ دغه اسناد راجم کړي دي په کومو محلاتو کې سي، موږ نه موافق سوي، زموږ نه دغه ورکه لاسته راولې، او یا د هغوی عکس موږ نه ده اخیستلی. په هغوی کې همدغسې یو لیست موږ نیولی دی زموږ ناظرینو، او دا یې د محل رئیس او د مرکز ناظم ته کړی دی، هغوی ورته امضا کړې ده، ټاپه کړې ده چې دغه لیست دقیق د نتایج په دا شکل دی. موږ مستند اسناد لرو، په هغوی به بیا محاسبه کړو. مننه. اگر ای روان همین گونه پیش بره، به نظر شما به قناعت شما خواهد رسید یا نه؟ ما نظرات رسمی خود ان قریب اعلان میکنیم. جناب انجینیر سب قطبونی حلال در یک کنفرانس مطبوعاتی موقف کاندیداتوری خودش و تیم کمپاینش و همچنان موقف حزب اسلامی را در اعلان میکنند. ما پیش از او لازم نمیدانم که سر جزئیات از او صحبت کنیم. شما ان قریب یا امروز یا فردا شاید از این کنفرانس مطبوعاتی خود بودین. در کل انتخابات قابل در کل به این شکل که نتایج قسمی اعلان شد و در این تقلبات نادیده گرفته شد، ما رضایت نداریم به نتایج. تشکر. تشکر لطا درنون ملمنو کاغلی عبدالجبار سرگلی او کاغلی محمد بشیر ناسه تخه. چمن شاه اعتمادی هم خبرون تر غوخته خو متاسفانه حاضر نشو. دا وزم خبرونه تر بلخ خبرونه چې زه بیا تدرانه حضور تاسو ته درګم، تاسو ټول پروي بخم کې الله سپارم. الله مو ملچ.